نگاهی به بارسای آینده. سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. در حالی که بارسلونا از تغییرات ساختاری صحبت میکند، در این یادداشت نگاهی میاندازیم به نسل جدید جوانانی که بلوگرانا برای آینده خود با آنها امید بسته. بعد از شکست تحقیرآمیز 8-2 بارسلونا مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان و حذف از این تورنمنت، این روزها شرایط در این باشگاه کاتالان در بدترین حالت ممکن قرار دارد و ناراحتی و بدبینی به اوج رسیده. نزدیک شدن تاریخ انقضای قرارداد میسی و ضرر و زیان ناشی از بحران کرونا به باشگاه هم مزیت به علت شده است. ولی رئیس بارسلونا معتقد است این باشگاه لشکر از بازیکنان جوان و بااستعداد در اختیار دارند که میتوانند در لالیگا طوفان تازه برپا کنند. با توجه به صحبت‌های اخیر مدیریت بارسا درباره تغییرات ساختاری، به نظر می‌رسد اضافه شدن جوانان آکادمی لاماسیا به تیم اول هم یکی از راه‌های مورد نظر این باشگاه برای تغییر شرایط موجود است. ولی مهمترین جوانان لاماسیا که چشم و چراغ آینده بارسا به حساب می‌آیند چه کسانی هستند؟ پدری عبدالصالح، هافک تهاجمی. بارسا پدری عبدالصالح را تابستان گذشته از لاس پالماس خریداری کرده و سپس او را به مدت یک سال به باشگاه سابقش قرض داده. اما بارسا که پدری را زیر نظر داشته، تصمیم گرفته او را تنها بعد از یک سال حضور قرضی پس بگیرد تا به تیم خود اضافه کند. فرانسیسکو ترینکایو، 20 ساله مهاجم. ترینکایو که در ماه جنوری از براگا به خدمت گرفته شده و دوباره به این باشگاه قرض داده شده، حالا به بارسا بازگشته و بلوگرانا تا اینجا دست رد به سینه همه باشگاه‌های زده که خواهان جذب او بودند. بارسا برای خرید او از براگا 31 میلیون یورو پرداخته. ماتوس فرناندس، 22 ساله هافبک. فرناندس هم در ماه جنوری از پالمیراس برازیل به بارسا پیوسته. او به صورت قرضی به وایادولید واگذار شده، ولی مصونیت از ناحیه همسترینگ باعث شده در این فصل چیز زیادی از او در وایادولید نبینیم. فرناندس جانشین خوب برای سرخو بوسکت به حساب می آید، ولی با توجه به کم بازی کردنش و مصونیتی که داشته، برای ورود به ترکیب اصلی بارسا همچنان به زمان نیاز دارد. آنسو فاتی، 17 ساله مهاجم وینگر. آنسو فاتی حالا در بارسا لقب مشهور پیدا کرده، جانشین لیونل میسی. او در همین فصل هم در لالیگا و هم در چمپیونز لیگ برای بارسا گلزنی کرده و همه را متقاعد کرده که در فصل آینده، در حالی که 18 سال سن دارد، می تواند یک بازیکن فیکس برای بلوگرانا باشد. دومین فصل آنسو فاتی در بارسا مسلما دشوارتر از فصل اول خواهد بود، ولی او می تواند شهرتش را در این فصل هرچی بیشتر کند. ریکی پوچ، 20 ساله هافبک. بعد از آن که سیتن در نیمه دوم فصل که گذشت به ریکی پوچ اعتماد کرده و به او بازی داده، بار انتظار از این جوان به شدت افزایش یافت. اما پوش هرچه به پایان فصل نزدیک شده، درخشانتر بازی کرد تا نشان دهد یکی از ستاره های آینده بلوگرانا است. پوش در آخرین بازی بارسا در لالیگا مقابل آلاوز عملکرد استثنایی داشت و چشمه ها را خیره کرد. رونالد آروخو، 21 ساله دفاع وسط. آروخو یک فصل پیش در آخرین بازی فصل برای بارسا به میدان رفت، ولی سپس دوباره به تیم بی بارسا پیوست که تلاش برای صعود دوباره به لیگ دسته دوم اسپانیا ناکام ماند. این مدافع اوروگوئه که استعداد و پتانسیل بسیار زیاد دارد، ولی این که آیا برای ورود به تیم اول بارسا آماده است یا نه، همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. مونچو، 20 ساله هافبک. مونو ستاره تیم بی بارسا است، تیمی که فصل گذشته موفق به صعود به دسته بالاتر شد. او فصل گذشته در 29 بازی برای تیم بی بارسا 10 گل به ثمر رساند و نشان داد یک هافبک واقعی است. چند باشگاه بزرگ اسپانیا که در لالیگا حضور دارند امسال به دنبال خرید مونچو هستند، ولی بعید است بارسا چنین استعداد را از دست بدهد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. حالا نگهدار.